بازی رایانه‌ای عملیات انهدام 3 هم در این جشنواره رونمایی شد. عملیات فتح المبین و عملیات خیبر از دفاع مقدس تا حماسه پاوه و دفاع از مردم کوچه و بازار پاوه در ابتدای انقلاب و جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و اسرائیل به صورت فوق العاده زیبا و جذابی با یه داستان در هم تنیده رفت و برگشتی به آینده و گذشته تو این بازی روایت شده. طراحی این بازی بر اساس مستندات واقعی بوده. اون تیم فنی ما به ما عکس میداد، ما مدل ها رو مثلا میدادیم بچه‌ها طراحی کنن، عکس مثلا منطقه عملیات بیت المقدس به ما میداد، میگفت که یه خونه باید به این شکلی طراحی کنی، بافت تکسچرش این باشه. توی قسمت های لول دیزاین این بازی ما جوری خواستیم مراحل رو درست نشون بدیم برای کاربر که از لحاظ به واقعیت خیلی نزدیک باشه. عملیات انهدام 3 گرافیکی قابل قبول داره و به لحاظ کیفی مخاطب پسنده. گواهینامه TRL رو گرفتیم، یعنی بالاترین سطح کیفیت نرم افزار کشور. این بازی 6 مرحله ای از امروز در سراسر کشور توزیع میشه. فضای مجازی و صنعت بازی سازی ظرفیت های زیادی برای انتقال پیام های دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت دارند. اگر این ظرفیت‌ها به درستی مدیریت بشن، میتونیم این پیام‌ها رو به طیف گسترده‌ای از مخاطبان در سراسر دنیا منتقل کنیم.